بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات درباره حضرت بقیت الله ارواح نافدا جلد 51 بهار باب ششم فرمایشات امام صادق علیه السلام رسیدیم به روایت نهم. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی خلق 14 نورا قبل خلق الخلق به 14,000 عام. خداوند 14 نور آفرید قبل از خلقت آفرینش. چند سال قبل از خلقت این انوار را آفرید؟ به 14,000 عام، 14,000 سال قبل از خلقت خلق این 14 نور پاک را آفرید. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محتقین حتی من علینا بکن. این 14 نور را آفریده است. بعد از آن خلقت ملائکت الله، خلقت خلائق، بلکه نور شیعیان را قبل از خلقت ملائکت الله آفریده است. طبق بعض از روایات سبحنا فسبحت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه، هللنا فهللت الملائکه، تو بعض از روایات هست. ما تحلیل گفتیم، شیعیان ما گفتن ملائکت الله یاد گرفتن. ما تکبیر گفتیم، شیعیان ما گفتن ملائکت الله یاد گرفتن. حالا مراد شیعیان زمینی حضرت است بین آدمیین، یا شیعیان کروبیین حضرت است که یکی از اینها نورش تجلی می کند بر تور. تجلا ربه للجبل، طبق بعض از روایات مراد از رب خود امیر المؤمنین علیه السلام. تجلا امیر المؤمنین علیه السلام للجبل، فجعله دکن و خر موسا صعقا. طبق بعض از روایات یکی از شیعیان کروبیین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تجلی بر جبل کرد، فجعله دکن و خر موسا صعقا. امیر المؤمنین از اون شیعیان هم دارد، از شیعیان در میان انبیاء الهی. ان من شیعته لابراهیم. به هر حال خداوند 14,000 سال قبل از خلقت خلق اون 14 نور را آفرید. فهی ارواحنا، آن نور روح ماست در مقام نورانیت. عرض شد یا ابن رسول الله و من ال14، این 14 نور پاک کیا هستند؟ حضرت فرمودن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه والحسن والحسین والائمه من ولد الحسین علیهم السلام. حضرت صدیق سلام الله علیهم سنگ بنای خلقت. لولا فاطمه لما خلقتكما. بعضی ها فکر میکنن مثلا جبرئیل مطالبی آورده است برای تسلای حضرت، این مطالب رو گفته است، این معناش اینه که حضرت علم غیب نداشتن. خب قرآن رو هم جبرئیل نازل میکرد بر پیامبر خدا، یعنی علم غیب نداشتن. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، قبل از این که تشریفات وحی انجام بشه شتاب به گفتن قرآن نکن. قرآن دو نحوه نزول داشته است، یکی نزول دفعی جمعی و جملی است بر قلب مبارک حضرت، نزول انزال انا انزلناه فی لیلت القدر. و زیبا اینه که در روایات اللیلت فاطمه، انا انزلناه فی لیلت القدر، اللیلت فاطمه و القدر الله. یه نزول تدریجی تنزیلی داره، خورده خورده نازل می شود. بله این
نزول وحی توسط جبرئیل است، نزل بهی روح الامین. و نزلنا علیک القرآن تنزیلا. به هر حال نور حضرت صدیق سلام الله علیها هم مثل حضرت آقا خاتم الانبیا و ائمه هدات معصومین علیهم السلام 14,000 سال که عرض کنم لا یعلم من سنی دنیا و من سنی الاخره، دایی 1,000 سال، 1 سال، 1 روز مقدارش 50,000 سال است. سالهای اخروی، روزهای اخروی، روز آخرت یه روزش به اندازه 50,000 سال روزهای دنیاست. اون وقت 14,000 سال اگه از اون سالها باشه چه مدتی خواهد بود که خلائق خلق نشده اند، ای انوار هستند. بعد فخلق الخلق و اشهدهم خلقها، اینها رو شاهد بر خلق عالم گرفته است. حضرت فرمودن یکی حضرت آقا خاتم الانبیا، دیگری علی و فاطمه و الحسن و الحسین، 5 وجود مقدس و الائمه من ولد الحسین علیهم السلام، 9 امامی که از نسل امام حسین علیه السلام هستند. آخرهم القاف الف همزه میم الذی یقوم بعد غیبته، آخرین آنها آن امام قیام کننده به حق است که یقوم بعد غیبته، بعد از غیبتشان قیام خواهند کرد، ظهور خواهند کرد. فیقتل الدجال، دجال را به قتل میرساند که توسط حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام طبق بعض از روایات است. و یطهر الارض من کل جور و ظلم، حضرت پاک می کنند، پاکیزه می کنند زمین را از هر ظلم و ستمی. روایت دهم، امام صادق علیه السلام فرمودند عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول منا 12 مهدیا، از ما فرزندان هاشم، بنی هاشم، 12 هدایت شده و هدایتگر، مهدی و هادی. مذا 6 و بقیه 6، تا حالا تا زمان امام صادق علیه السلام 6 نفر زمانشون گذشته است، 6 نفر در آینده می آیند. یصنع الله فی السادس ما احب، در این 6 نفری که بعدن می آیند، در 6 امین آنها که 12 امین از ائمه هدات معصومین است، یصنع الله فی السادس ما احب، خدا آنچه را که دوست بدارد نسبت به او انجام می دهد. غیبت طولانی، بداهایی که در غیبت پیش میاد و ظهور حضرت آن وقتی که خداوند مشیتش قرار بگیرد، حکمت بالغش قرار بگیرد و اذن ظهور و فرج بدهد. روایت 11، امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که اقرار کند به همه ائمه اطهار من آبائی و ولدی که این ائمه اطهار عبارتن از نیاکان من، پدران من و فرزندان من، کسی که به همه آنها اقرار کند و جحد المهدی من ولدی و حضرت بقیت الله الاعظم از فرزندان مرا انکار کند، کان که من اقر به جمیع الانبیاء علیهم السلام و جحد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته، مثل کسی است که 124,000 پیغمبر رو اقرار و اعتراف به نبوتشون کرده است، اما نبوت حضرت آقا خاتم الانبیا را انکار کرده است. عرض کردم سیدی و من المهدی من ولدک، کیست آن مهدی از فرزندان شما؟ حضرت فرمودن الخامس من ولد السابع، 5 از فرزندان امام 7 که یغیب عنکم شخصه یا یغیب عنکم شخصه، غایب می شود یا غایب کرده می شود، خدا او رو غایب می کند خودش را. ولا یحل لکم تسمیته،
نام بردن او فی مجمع من الناس فی محفل من الناس حلال نیست برای شما تا زمان ظهور حضرت. روایت دوازدهم قال الصادق علیه السلام اما والله لیغیبن عنکم مهدیکم حتی یقول الجاهل منکم مال الله فی آل محمد صلی الله علیه و آله حاجه. آگاه باشید به خدا سوگند مهدی شما از شما غایب می شود، انقدر غیبت طولانی می شود حتی یقول الجاهل منکم، افراد بی خرد افراد بی عقل از شما شیعیان هم قائل میشن که مال الله برای خدا در آل رسول الله نیازی نیست، قرار نیست که آل رسول الله عترت پیغمبر را برای اصلاح این عالم و ریشه‌کن کردن ظلم و فساد بفرستن، خودمون دست به کار میشیم. حالا یا ای جاهل ها میگویند حتی یقولم، یا لسان حالشان این است او که نیامد خودم دست به کار میشم. حتی یقول الجاهل منکم، جاهل از میان شما شیعیان قائل میشود که در آل رسول الله برای خدا هیچ نیازی نیست، خدا میخواد یه جور دیگری کارها درست بشود. ثم یقبلو، بعد از اون غیبت طولانی، ثم یقبلو که شهاب ثاقب، مانند شهاب ثاقب روی می آورد به جمع دنیا، به مردم دنیا، فیملعها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا، مملو می کند عالم را از عدل و داد همان گونه که مملو شده است از ظلم و جور. روایت سیزدهم سید حمیری در حدیث طولانی میگوید قلت للصادق علیه السلام، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله قد روی لنا اخبار عن آبائک علیهم السلام فی الغیبت و صحت کونها، روایاتی برای ما روایت شده است از پدران بزرگوار شما، از پیامبر، از امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی، امام حسین، از همه این امامان روایاتی خبرهایی به ما رسیده درباره غیبت، غایب شدن امام و صحت کون الغیبه، و اینکه صحیح هست که غیبتی واقع بشود، یعنی امام زنده است اما مردم از او هیچ خبری ندارند. فاخبرنی به من تقع، به من خبر بدهید که این غیبت نسبت به چه کسی واقع می شود. امام صادق علیه السلام به سید حمیری فرمودن ستقعو به سادس من ولدی، ایشان اول کیسانیه بودند، پیروان مختار، قائل به امامت محمد ابن حنفیه، اشعاری هم داره درباره غایب بودن محمد ابن حنفیه. بعدن شنیده از امام صادق علیه السلام فرمودن سید حمیری لیس علی شک، دستش هیچ جا بند نیست، مسلمان نیست، ایمانی در درون او نیست. اومد گلایه کرد از حضرت، حضرت شعری از او رو بیان کردن، فرمودن مگه تو نیستی که میگی محمد ابن حنفی غایب است، امام غایب است، در جبل رضوا زندگی میکند، حیات دارد. بعد فرمودن که او از دنیا رفت، پدرم نقل کردن که دیدند از دنیا رفتن او را، غسل او را، کفن او را، دفن شدن او را، مسائلی که هست، حضرت زنده کردن محمد ابن حنفیه را به اعجاز خودشان، و محمد ابن حنفیه گفت من امام نبودم. به هر حال سید حمیری این لطف الهی بهش بود که به دست حضرت برگشت به تشیع، تجعفر تو
تجعفرتو بسم الله و الله اکبر، و او اشعاری که بعد گفته و جعفری شدم. حضرت به او فرمودن غیبت میگی درباره کدام یک از امامان هست؟ ستقع و به سادس من ولدی، ششمین از فرزندان من، و ثانی عشر من الائمه الهدات بعد رسول الله، نسبت به آن امام دوازدهم از ائمه هدایتگر بعد از پیامبر، که این دوازده نفر اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام، اولیشون امیر المؤمنین هستند، و آخرهم القاف الف همزه میم و بالحق بقیت الله فی ارضه، آخرین آنها آن قیام کننده به حق است که جانشین خدا در زمین اوست، صاحب الزمان، او صاحب زمان است. صاحب زمان یعنی مولای زمان، زمان بر او سیطره ای ندارد و او رو پیر نمی کند. یا اینکه صاحب الزمان یعنی همراه با زمان پیش می رود، کسی که با همراه با زمان پیش برود اینگونه نیست که پیر بشود، به مرور ایام و لیالی، القمران یبل الجدیدان، این شمس و قمری که حرکتشان لیل و نهار می آفریند و همه چیزهای نو را کهنه و فرسوده می کند، پیر می کند. حضرت صاحب الزمان است و خلیفت الرحمن جانشین خداست بر این عالم. والله لو بقی فی غیبته ما بقی نوح فی قومه، اینا نشونه های غیبت طولانی حضرت است. به خدا قسم اگر در غیبت و پنهانیش بماند اون مقداری که حضرت نوح در میان قوم خودش ماند، که فقط 950 سال تبلیغ کرد قبل از طوفان، پیامبر بود و تبلیغ کرد، لم یخرج من الدنیا، اگه به اندازه عمر نوح هم در پشت پرده غیبت باشد 2500 سال، لم یخرج من الدنیا حتی ظهره، حضرت از دنیا نمی رود، حضرت بقیت الله از این دنیا خارج نمی شود، حتی یظهره، تا اینکه ظهور کند، ظاهر بشود، و یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جوراً و ظلما، تا اینکه زمین را از عدل و داد پر کند همان گونه که مملو از ظلم و جور شده است.